سلام، وقتی هاست خریداری میکنید احتمال زیاد کنترل پنل شما یا سی پنل هست یا دایرکت ادمین. قبلا در مورد دایرکت ادمین یه ویدیو ضبط کردیم تو سایت می هم وردپرس و یوتیوبمون منتشر کردیم، بهتون توضیح دادیم چطور وردپرس رو روی دایرکت ادمین نصب بکنید. تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم چطور وردپرس رو روی سی پنل نصب بکنید. خب بیاید تو سیستم من ببینید، اولین چیزی که شما میبینید به محض خرید یک هاست وردپرس اینه که یک ایمیلی براتون ارسال میشه و تو اون ایمیل اطلاعات هاستتون رو ارسال میکنن براتون. الان ایمیلی که برای من ارسال شده شامل این اطلاعات هست که خب طبیعتاً نیم سرورهایی که روی دامنه باید تنظیم بکنم که این دامنه متصل بشه به هاست. من این نیم سرورها رو تنظیم کردم و دامنه الان متصل به هاست. وقتی دامنه به هاست جدید متصل میشه به احتمال زیاد یا یک صفحه سفید دارید یا یه همچین چیزی که مثلا نوشته ایندکس آف و داخلش یه سری فایل و پوشه هست که طبیعتاً کار خاصی هم برای ما انجام نمیده. اما باید وارد کنترل پنل هاستمون بشیم. پس وارد اون آدرسی که تو اون ایمیل گفته میشیم، مثلا معمولا نوشته کنترل پنل لاگین یو آر ال یا آدرس ورود به کنترل پنل شما، و این آدرس رو کپی میکنیم. معمولا تو سی پنل با 2082 یا 2083 شروع میشه این تموم میشه این آدرس، و در نهایت وقتی این آدرس رو وارد بکنیم یک صفحه میاد به عنوان سی پنل لاگین و داخلش از ما یوزرنیم و پسورد میخواد. خب یوزرنیممون و پسوردمون هم تو همون ایمیل معمولا نوشته شده. اگر هر کدوم از این اطلاعات رو ندارید یا وقتی این آدرس رو میزنید با ارور مواجه میشید، به هاستینگتون کافیه یه تیکت بدید که مشکل براتون برطرف بکنن. در هر صورت وقتی لاگین رو زدیم و اطلاعات ما صحیح بود، وارد یک کنترل پنلی میشیم به این شکل. این الان جدیدترین نسخه سی پنل و شما دقیقاً اگر هاستینگتون از آخرین نسخه سی پنل استفاده کنید چنین چیزی رو مشاهده میکنید. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که وردپرس رو دانلود کنیم تا بتونیم روی سی پنل نصبش بکنیم. پس کافی وارد آدرس wordpress.org/download بشیم و اینجا خب طبیعتاً میخواد وردپرس رو دانلود کنیم، اما بهتره ما fa.wordpress.org/download رو بزنیم تا نسخه فارسی وردپرس رو بتونیم دانلود بکنیم. خب دریافت وردپرس فارسی رو میزنیم، فایل شروع میکنه به دانلود شدن. بعد از اینکه این فایل دانلود شد باید اون رو روی سایتمون آپلود بکنیم. پس باید وارد همون سی پنل بشیم، توی قسمت فایل منیجر وارد پوشه پابلیک HTML بشیم، پوشه اصلی سایتمون. اینجا میتونید هر اطلاعاتی که هست رو حذف کنید، چون ما در نظر میگیریم که این هاست خامه و هیچ اطلاعات خاصی توش نیست. پس سلکت آل رو میزنم و در نهایت میتونم راست کلیک بکنم و دلیت رو کلیک بکنم. در نهایت کانفرم رو میزنم و تایید میکنم که من مشکلی با حذف شدن این فایل ها ندارم. حالا نیازی که وردپرس رو سایتمون در واقع آپلود بکنیم، اما برای آپلود کردن وردپرس مستقیما فایل رو آپلود نمیکنیم، چون یه پوشه داخلشه که باید تمام فایل های داخل اون پوشه رو آپلود بکنیم. پس من وارد پوشه دانلودز میشم تو سیستمم و اون فایلی که دانلود شده رو طبیعتاً آنزیپ میکنم. حالا تو ویندوز میتونید راست کلیک کنید آنزیپ کنید، یعنی که در نهایت فایل رو آنزیپ کنید با دو بار کلیک کردن، یا نرم افزار وینرار یا هر روشی که میتونید. داخل فایل وردپرس وقتی که آنزیپ میشه یک پوشه هست، پوشه به نام وردپرس که باید واردش بشیم و داخل اون پوشه با کنترل A یا کامند A رو کیبوردمون تمام فایل ها رو انتخاب کنیم و در نهایت راست کلیک میکنیم و کامپرس، یا اگه تو ویندوز هستید راست کلیک سند تو زیپ یا سند تو آرشیو، یه همچین چیزی رو باید تو ویندوز بزنید که بتونید فایلتون رو زیپ بکنید. در نهایت من اینجا یه فایل زیپ دارم که حالا باید این رو سایتم آپلودش بکنم. پس رو دکمه آپلود کلیک میکنم، سلکت فایل رو میزنم و اینجا وارد پوشه وردپرس میشم و فایل زیپی که ساختم رو انتخاب میکنم. اینطوری تمام فایل های مورد نیاز وردپرس دیگه تو این فایل زیپ داره رو سایت ما آپلود میشه و نیازی نیست اون فایل وردپرس رو آپلود کنیم بعد اکسترکت کنیم بعد حالا داخلش یه پوشه یه بریم داخل اون فایلی که داخلش هست رو موف کنیم یه پوشه قبل و کار این چینی رو انجام بدیم. دیگه نیازی به این کار نیست، ما تمام کارها رو سیستم خودمون انجام دادیم. حالا فایلمون باید ساب کنیم تا آپلود بشه طبیعتاً. خب یه چند ثانیه دیگه آپلود میشه. بعد از اینکه فایل آپلود شد من برمیگردم تو همون فایل منیجر و ریلود رو میزنم و میبینم اینجا فایلم آپلود شده. حالا راست کلیک میکنم، گزینه اکسترکت رو کلیک میکنم و اکسترکت فایلز رو میزنم تا این فایل ها از اون حالت پوشه زیپ بیان بیرون. حالا اینجا میتونیم فایل زیپی که
آپلود کردیم و اگر روی مک هستید یک پوشه به نام مک او اس ایکس هست، این دوتا رو میتونید روشون راست کلیک بکنید و حذفشون بکنید. البته ضروری هم نیست، ولی برای اینکه حجم کمتری روی هاستمون مشغول بشه بهتر این دوتا رو حذف بکنیم. خب الان وردپرس دیگه آماده نصبه، کافیه آدرس سایتمون رو تو مرورگر وارد بکنیم. یک صفحه باز میشه به نام راه اندازی تنظیمات وردپرس، روی بزن بریم کلیک میکنیم و اینجا میتونم نام پایگاه داده، نام کاربری، رمز عبور و یه سری اطلاعات مربوط به دیتابیس رو وارد بکنم. دیتابیس چیه؟ به نوعی میشه گفت تمام تنظیمات سایت شما و تمام محتوای سایت شما که به صورت متنی هستن و باید یک جایی ذخیره بشن تو دیتابیس ذخیره میشن. این توضیح کلی دیتابیسه. نیازی نیست شما دقیق در مورد دیتابیس و ساختارش بدونید. میخوایم با یه سیستمی کار بکنیم، همونطور که مثلا برای کار کردن با یه ماشین نیاز نیست بدونیم این ماشین دقیقاً مثلا موتور هیبریدیش چطور کار میکنه. میدونیم اگه ماشین هیبریدی باشه باید این شرایط داشته باشه، به این روش باش کار بکنیم. اگر دوست دارید بیشتر بدونید، خب طبیعتاً مختارید، میتونید بیشتر در مورد دیتابیس سرچ بکنید و یاد بگیرید. وارد سی پنل میشم، پوشه در واقع اون صفحه اصلی سی پنل، و داخلش میگردم دنبال بخش دیتابیسز و اینجا روی MySQL Database Wizard کلیک میکنم. مراحل نصب جادویی ساخت یک دیتابیس برام باز میشه. میگه یه نام مشخص کن برای دیتابیست. خب یوزرنیم هم underline رو خودش داره، یه نام هم براش مشخص میکنم، مثلا WP یا همون WordPress. میگه یک یوزرنیم مشخص بکن، یوزرنیم رو مشخص میکنم و میگه یک پسورد مشخص کن. خب میتونیم روی پسورد جنریتور بزنیم، رمزی که بهمون میده رو کپی کنیم و یوز پسورد رو بزنیم. رمز رو دیگه ما کپی کردیم و داریم، خودش برامون یه پسورد قوی ساخت. خب کرییت یوزر رو میزنم. تو مرحله آخر پریویلیج یا دسترسی این یوزرنیمی که ساختیم به اون دیتابیسی که ساختیم رو میخواد. ما اول پریویلیج رو باید بزنیم و هیچ چیز خاصی هم نیست. در نهایت روی make changes کلیک میکنیم و ساخته شد. خب یوزرنیممون این شد، نام دیتابیسمون این، پسورد هم اون چیزی که کپی کردیم. خب من پسورد رو اینجا پیست میکنم، میام یوزر و دیتابیس نیممونم که دقیقاً یکیه کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. در نهایت یه پیشوند دلخواه هم میتونید برای در واقع دیتابیستون بسازید. اینم برای امنیت بیشتره که تو سایت در موردش توضیح دادم، ولی نیازی نیست دقیق بدونید. فقط بهتره این پیشوند رو تغییر بدید از WP به یه چیز دیگه برای امنیت دیتابیس سایتتون. خب فرستادن رو کلیک میکنیم. اگر اطلاعات اوکی باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، اینجا میریم سراغ راه اندازی نصب. اگر مشکل داشته باشه، خب باید برید سراغ در واقع هاستینگتون، مشکل رو برطرف بکنید، حلش بکنید، ببینید واقعا مشکل چی بوده. روی راه اندازی نصب کلیک میکنم، ازم یک عنوان سایت میخواد، مثلا فرضی زاده، نام کاربریم ادمین، رمزم میذارم ادمین ولی شما ادمین نذارید، یه رمز قوی تر بذارید، و در نهایت یک ایمیلی از من میخواد. در نهایت ایمیلم رو هم وارد کردم. اگر دوست دارید سایتتون فعلا تو گوگل ثبت نشه، این تیک نمایش به موتورهای جستجو رو فعال بکنید. اگر نه و میخواید از همین فردا رو سایتتون شروع به کار بکنید، سایتتون تو گوگل نمایش داده بشه، خب این تیک رو فعال نکنید. راه اندازی وردپرس رو میزنید، به همین راحتی وردپرس روی سایت ما نصب شد و اینجا نام کاربری و رمز عبور پنل مدیریت که تو قسمت قبل مشخص کردم رو وارد میکنم. در نهایت روی ورود کلیک میکنم، به همین راحتی وردپرس رو سایت ما نصب شد و میتونم ازش استفاده بکنم. شاد و پیروز باشید.